به نام خدا. سلام، با جلسه سوم از دوره نقش خوانی در خدمتتون هستیم. تو این جلسه آموزشی یه سری نکات خیلی مهم در مورد در واقع مبحث نقش خوانی خدمتتون ارائه خواهم کرد که با هم دیگه پیش میریم. این نکات نکات پایه هست توی مبحث نقش خوانی که در واقع پیش نیازی خیلی اساسی است تو مبحث نقشه خوانی و تحلیل نقشه. خب ما بحثمون فقط الان نقشه هستش، یعنی ما کاری به اون پیجای مختلف، شیتای مختلفی که توی جلسه قبل خدمتتون توضیح دادیم نداریم. ما توی این جلسه قراره بیایم و روی خود نقشه، اون چیزی که اصل در واقع اون مبحث اصلیمون که قراره تحلیل بکنیم، در موردش بحث بکنیم. خب اگر اینجا دقت بکنید توی نقشه، ما یه سری حروف داریم، یه سری اعداد داریم و خب اینا مسلماً از یه سری استاندارد داره پیروی میکنند که میباید اول از همه این حروف و اعداد و اینکه اصلا اینا چی هستند رو بیشتر بشناسیم و بعد بریم سراغ تحلیل نقشه ها. خب ببینید، توی اصل ماجرا این هستش که ما توی نقشه یک سری سمبول داریم، سیمبولز ها در واقع، یک سری خطوط داریم، یک سری حروف و یک سری عدد که اینها در کنار هم دیگه میتونه مفهوم یک ساختاری رو به شما نشون بده. و خب مثال زدم خدمتتون، مثلا سمبول خود این شکل رو در واقع بهش میگن یک سمبول یا یک شمای فنی یا یک شماتیک از اون قطعه‌ای که قرار ما معرفی بکنیم. درست شد؟ حالا کنار این سمبول میتونه یه سری عدد و حروف باشه که من اینجا خدمتتون گفتم، حروف و اعداد، که حالا حروف و اعداد وقتی با هم دیگه ترکیب بشن، کنار هم دیگه قرار بگیرن، یک سری اجزای اصلی دیگه برای ما ایجاد میکنه، یعنی یک سری مفهومهای دیگه برای ما ارائه میکنه. یکی دیوایس تگ هستش. دیوایس تگ چیه؟ یعنی این که شما کنار این سمبولتون یک سری حروف و یک سری اعداد دارید. به این حروف و اعداد کلن میگن دیوایس تگ، یعنی ترکیب از این حروف و اعداد که نشون دهنده یک مفهوم خاصی هستش رو میگن دیوایس تگ. حالا داخل این دیوایس تگ ما چی میتونیم داشته باشیم؟ میتونیم در واقع حروف اختصاری یا abbreviation داشته باشیم. abbreviation ها حروف اختصاری که حالا جلوتر خدمت توضیح میدم یه مفهوم خاصی رو میرسونه. و اعداد هم همینطور. حالا اعداد بیشتر بحث ترتیب هستش. مثلا شما توی نقشه اگر مثال میزنم 10 تا کلید اصلی داشته باشید، یک سری اعداد استفاده میشه، مثلا Q1, Q2, Q3, Q4 الی آخر. این شماره میتونه اصلا ترتیب باشه یا شماره میتونه مربوط به پیج باشه، مربوط به شیتتون باشه و الی آخر. حالا شماره مفهومای خیلی زیادی میتونه داشته باشه، ولی اصل کارمون هستش که ما حروف اختصاری رو بشناسیم و یه چیز دیگه هم وایر لبل ها هستش، برچسب ها هستش که روی لاین ها در واقع زده میشه. حالا این برچسب ها میتونه حروف عدد باشه، میتونه عدد خالی باشه، یعنی یه عدد باشه که شما مسیرهای در واقع رسمتون رو دنبال کنید، مسیرهای خطوط فازتون، نولتون، برق دیسیتون، ایسیتون رو بتونید چکار کنید، بر اساس این شماره دنبال بکنید و توی نقشه خیلی راحت‌تر بتونید پیداش بکنید. پس یکی از کارهایی که ما میباید انجام بدیم این هستش که بیام اول از همه اینا رو بشناسیم دیگه. سمبول‌ها رو بشناسیم. یه مقدار روی خطوط آشنایی پیدا بکنیم. ورد‌ها و عدد‌ها. خب بحث سمبول‌ها مشخص‌تره نسبت به مباحث دیگه که خدمتتون گفتم. در واقع سمبول هایی که ما توی برق داریم، حالا استاندارد های مختلفی داره از نظر شکل ظاهری و
ولی خب استاندارد معمولی که از حالا فعلا توی دنیا استفاده میشه استاندارد IEC هستش که یه استاندارد بین المللیه. تو ایران بیشتر از همه از این استاندارد استفاده میشه. استاندارد VDE آلمان هستش که خیلی قبلتر توی ایران خیلی از این استاندارد استفاده میشد، الان بیشتر استاندارد IEC استفاده میشه، ولی هنوز هم VDE استفاده میشه. استاندارد آمریکایی هستش NEMA هستش یا نیما، و استاندارد حالا خود آمریکا هستش که ANSI یا ANSI که این چهار تا استاندارد هستش برای نمایش سمبول ها. شما یه سرچ ساده که توی اینترنت بزنید دنبال سمبول ها بگردید، یعنی IEC symbols electrical symbols سرچ بکنید، به طور مثال براتون میاره فایلاشو، چیز خاصی نداره. و مثلا من اینجا مثال زدم براتون، ببینید الان چند تا سمبولز ما اینجا داریم، شاسی استارت در، یا بهتر بگم پوش باتون استارت، پوش باتون استاپ و پوش باتون در واقع دوبل که توی برق صنعتی این سه تا خیلی استفاده میشه. این مثلا شمایل هایی هست از پوش باتون ها که توی استاندارد IEC مورد استفاده قرار میگیره. پس سمبول ها رو میتونید، چون بحثش خیلی گسترده هستش، میتونید توی اینترنت سرچ بکنید IEC electrical symbols یا VDE electrical symbols و یه سرچ که انجام بدید میتونید سمبول ها رو پیدا بکنید و مطالعه بکنید. خب بحث حروف اختصاری چی هستش؟ دوباره حروف اختصاری هم بر اساس استانداردهای مختلف میتونه متفاوت باشه، ولی من اینجا حروف اختصاری که مثلا تو استاندارد IEC و بعضا توی VDE در واقع آلمانی استفاده میشه رو خدمتتون آوردم. حروف اختصاری اون حرفی هست که کنار سمبولز در واقع استفاده میشه. یه سری از مهماش میگم، مثلا کنتاکتور رو با K نمایش میدن، کنتاکتور یا رله ها همینطور، موتور رو با M نمایش میدن، خدمتتون عرض کنم که ترمینال ها رو با X نمایش میدن که توی شیت ها خدمتتون گفتیم، و تجهیزات حفاظتی رو با F نمایش میدن، پروتکشن دیوایس ها رو با F نمایش میدن. اینا موارد مهمی هست که حالا خیلی بیشتر استفاده میشه. کیو برای در واقع سرکت بریکر ها یا کل دیسکانکتور ها، حالا کلیدهای دستی میتونه باشه، کلیدهای اوتوماتیک میتونه باشه، استفاده میشه. اس رو برای سویچ ها استفاده میکنن، مثلا شما برای پوش باتوناتون اکثرا از اس استفاده میکنن، S1, S2, S3 الاخر. اچ رو مثلا برای لامپای سیگنال، لامپای نشان دهنده سیگنال استفاده میکنن کلا. اینا میشه حروف اختصاری که حالا با یه سری عدد کنارشون قرار میگیره که گفتم خدمتتون معمولا این عدد مربوط به ترتیب قطعات هست توی نقشه هاتون. و خطوط که خب اکثرا توی نقشه ها به صورت توپر و پررنگ هستش، که حالا اینجا ما خطوط بیشتر منظورمون وایرینگ ها و سیم ها هستش. خطوط میتونه به صورت خطچین باشه، میتونه به صورت خط و نقطه باشه، اینا هر کدوم تو استاندارد ها میتونه مفاهیم مختلفی داشته باشه، ولی خب تقریبا این خطوط تو استاندارد های مختلف مفهوم یکسانی رو برای خودش داره. مثلا مثال میزنم اینجا، توی خطچین ها اکثرا توی استاندارد های مختلف در واقع برای این هست نمایش داده میشه که یه تجهیزی خارج از تابلو هستش، برای اینکه نشون بدم این تجهیز خارج از تابلو هستش دورش خطچین رسم میکنم. یا بعضی وقتا میخوان بگن که این قطعه که اینجا هستش یه قطعه هست که امواج الکترومغناطیسی تولید میکنه، ممکنه یه ترانس باشه یا سیم پیچ چیزی باشه، دوباره یکی از این کاترای در واقع خطچین و اطرافش رسم میکنم. پس یک جور جدا کننده هستش خطچین، و خب وایرام که مشخصه به صورت توپر رسم میکنم. دوباره توی اتصالات، پس اتصالات توی خطوط ها
زمانی که توی رسماتون دو تا خط از رو هم دیگه رد بشه، اگه به این شکل باشه، یعنی کانکت ایجاد نشده، اینجا دوباره کانکت ایجاد نشده، اینجا ما کانکت داریم، اینجا ما کانکت داریم، ولی کانکتی که در واقع جزء ترمینال های نقشتون میتونه باشه، کنارش حروفی نوشته میشه که نشون میده که اینجا یک ترمینال هست توی نقشتون. خب خطوط مختلفی میتونیم داشته باشیم. دوباره یه سری خطوط دیگه رو من اینجا براتون آوردم از استانداردها. این مثلا یه کابل شیلد داره، این شیلد کابل در واقع شمای فنی از شیلد کابل هستش. دوباره این کابل شیلد دار حساب میشه. این توی نقشه های SLD سینگل لاین دیاگرام ها بیشتر استفاده میشه، یعنی یک خطی هست که در واقع یک لاین یا باسباری ما داریم که سه تا خط وایرینگ ازش عبور کرده، مثلا یعنی میتونه یه خط سه فاز باشه که بیشتر توی نقشه های SLD استفاده میشه. این مدل خدمتتون عرض کنم، دوباره یه شمای فنی هست که نشون میده سه عدد سیم حادی ما داریم عبور کرده. خدمتتون عرض کنم که این شمای فنی سیم و ترمینال هستش. خط و نقطه و خطچین گفتم خدمتتون میتونه به عنوان جدا کننده ها استفاده بشه، یا به عنوان شیلدی که برای تجهیزات حفاظتی، تجهیزات در واقع برای حفاظت تجهیزات مثل ترانس و اوتو ترانس و سیم پیچ استفاده میشه، میتونیم از خطچین استفاده بکنیم که یک جور جدا کننده هستش. بعد میتونیم این فیلد در واقع اون فیلد حفاظتی رو چکار کنیم، زمینش بکنیم. پس اینا یه شمه ای بود از خطوط. پس تا حالا ما سمبول ها رو گفتیم خدمتتون، میتونید سرچ بکنید پیدا بکنید، حروف اختصاری و سریش رو براتون گفتیم و خطوط. خدمت عرض کنم یه سری مثال من اینجا آوردم براتون. مثلا شما اگر یه المانی به این شکل توی نقشه داشته باشید، مثال میزنم از خطوطی که خدمتتون ارائه کردم، این المان چون خطچین اطرافش رد شده نشون میده که این المان میتونه خارج از تابلو باشه یا از خارج از تابلو برق مثلا کنترل بشه. یه کاربردی از خطچین هستش. دوباره اینجا همینطور توی یه نقشه اگر شما یه خطچین دیدید به این صورت، نشون میده که این المان‌هایی که داخل کادر نقشه در خطچین هستن خارج از تابلو هستن و خارج از تابلو نصب شدن. پس اینا میشه کاربردهایی از خطوط خطچی. خب ما برای اینکه حالا بیشتر پیش بریم، توی جلسه بعدی میام و تحلیل یک نمونه نقشه رو براتون انجام میدم به صورت کامل. حتما جلسه بعدی رو دنبال بکنید. موفق باشید دوستان.